با درود همه دوستان گل، میخوام در این قسمت 5 داستان فرار از زندان که باورش سخته رو براتون تعریف کنم. امیدوارم بپسندید. جان دیلینگر یک سارق بانکی معروف بود و جالب اینجاست که مردم از او خوششون میومد. در دوران رکود بزرگ اقتصادی تو آمریکا، او و دستیارانش موفق به سرقت 1,000,000 دلار شدند. بعد از سرقت و در سال 1934 او برای قتل یک پلیس به زندان افتاد، ولی زیاد در اونجا وقت سپری نکرد. او یه تفنگ چوبی رو از یه تیکه چوب تراشید و با واکس کفش رنگش زد. سپس او این تفنگ رو بر سر یک نگهبان زندان گرفت و با استفاده از او به عنوان یک گروگان از زندان فرار کرد. چند ماه بعد در نیویورک او به یک تئاتر رفت که وقتی بیرون اومد FBI منتظر او بود. او شروع به فرار میکنه که 3 تا مامور FBI 3 بار به او شلیک کردن و او در راه بیمارستان کشته شد. شماره 4. در سال 1962 کاسب آمریکایی به نام جوئل دیوید کپلان برای قتل شریکش تو مکزیک متهم شد. ولی او همه چیز رو نهی میکرد. به خاطر اینکه او تو مکزیک بود، دادگاه اهمیت نداد و اونو به 28 سال زندان محکوم کرد. بعد از اون خواهر او یک نقشه فرار 10 ثانیه‌ای رو کشید. خواهر او یک هلیکوپتر بل 47 که مثل یک هلیکوپتر پلیس رنگ شده بود رو وسط حیات زندان سانتا مارتا اکر تیپلر فرود آورد و جول و دوستش سوار هلیکوپتر شدن و رفتن و نگهبانا هیچ کاری نکردن. شماره 3. یک شب در تاریخ 11 ژوئن سال 1962 سه زندانی از زندان معروف آلکاتراز فرار کردن، که اولین و تنها باری بود که در تاریخ زندان آلکاتراز فراری صورت گرفت. فرانک موریس و 2 برادر به خاطر سرقت از یک بانک به بیشتر از 10 سال زندان محکوم بودند. برای چندین ماه اونا با استفاده از یک قاشق یک سوراخ کوچک در دیوار بتونی سلول خود کندند که پشت اون راهروی سیمکشی و لوله کشی ها بود. آنها از طریق اون راهرو به پشت بوم رفتند و از آنجا تونستن از محبته زندان خارج شوند. برای فرار از جزیره اونا با استفاده از بارانی‌های پلاستیکی که زندان به اونا داده بود یک قایق بادی درست کردن و توسط دستمال توالت و صابون 3 کله مصنوعی درست کردن که نگهبانا نفهمه اونا غایب هستن. جالب اینجاست که مسئولین زندان گفتن اونا غرق شدن، ولی جنازه اونا هیچ وقت پیدا نشدش. شماره 2. میشل واجور 27 سال از زندگیش رو پشت میله‌ها بود که از این 27 سال 17 سالش در انفرادی بوده. او در این 27 سال موفق شد 5 بار فرار کنه، چون او از هر فرصتی که گیر می آورد استفاده می کرد. مثلا وقتی که نگهبان حواسشون نبود و یا در سلول رو درست قفل نمی کرده. در سال 18 حکمش زن او گواهینامه هلیکوپتر خودش رو می گیره و یک روز با اجاره یک هلیکوپتر میره که شوهرش رو فراری بده. او اول یک تناب و یک تفنگ انداخت و او از دیوار زندان بالا اومد و پایه های هلیکوپتر رو گرفت و فرار کرد. یک سال بعد از فرارش در یک درگیری با یک گروه مافیا یک تیر به سر او اصابت کرد و او رو به کما فرستاد. بعد از چند ماه که حالش بهتر شد، پلیس ها اونو دوباره میگیرن و میندازن به زندان و او در سال 2003 بالاخره قانونی آزاد شد. شماره 1. ال چاپو گوزمن رهبر یکی از کارتل های بزرگ مکزیکه که بر اساس گزارش ها ثروت او بالای 1,000,000,000 دلاره. او اول در زندان پوئنت گرانده در مکزیک بود که امترین زندان مکزیکه. او از آنجا به راحتی فرار کرد، چون فقط به تک تک نگهبانه و تمام مسئولین زندان باج داد و از در جلو رفت و فرار کرد. ال چاپو برای 13 سال فراری بود، ولی دوباره در سال 2014 دستگیر شد و به زندان آلتا پلانر افتاد. ولی فقط در عرض 1 سال او دوباره فرار کرد. این بار دستیارای او یک تونل 1.5 کیلومتری رو به زیر سلول او رسوندن و او تونست توسط یک موتور فرار کنه. در ژانویه 2016 او برای 3 بار دستگیر شد و الان توی یه زندان تو آمریکاست. فکر میکنید اون دوباره میتونه فرار کنه؟ خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.